بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز و ارجمندم، هموطن های عزیزم، باش که در این بلند ترک ها بول شم که یکمی نما بهتر معلوم شوه. این قسمت ها نمایی هستن که قرار است ساختمان های تخریب شده، بعضی هاشان کمی مانده که قرار است تخریب شوه. آمدیم که از پیشرفت های کار در این ساحه بر شما یک خبر تهیه کنیم، یک گزارش تهیه کنیم که پیشرفت های از این کار به کجا رسیده و بخیر چقدر کارا پیش رفته. این سمت 20 متره یه سرک 20 متره، سرک عمومی دشت برچه. شما میبینید که ساختمان ها تخریب شده، تکمیل شده، خلاص شده. اینجا این رقم نبود. ویدیوهای اول رو ما از این قسمت ها تهیه کردیم، شما میتونین اونا رو ببینین. او ویدیوها هستن هنوز در چینل ما که اینجا کلن ساختمان بود. هر کدام از این ساختمان ها در 6 طبق 7 طبق ساختمان بود، تخریب شد. دیگه اینجا ساختمان بود، دیگه این طرف اینجا یک ساختمان بود، اینجا ساختمان بود و همه قسم اینا اینجا کاملا ساختمان بود که اینا تکمیل شده. تخریباتش دیگه کلش فقط خاکش باقی مانده، اثری از ساختمان اصلا به وجود نداره و موجود نیستن دیگه، تخریب شده، تکمیل شده. آمد امروز که از پیشرفت های کار چند درصد کارا به خیر تکمیل شده، چند درصد مانده. اینجا بعضی از هموطنان مثلا خشتار بعضی ها دیگه تکمیل شده، کار تکمیل شده. کسایی که شرکت ها را اجاره چکه ای گرفته بود اونا کاراش خلاص شده، اما بعضی از هموطنان ما آمدن اینجا به خاطر که اگر یکان تکاهن خشت مانده باشد اونا را خودشان برای خود جدا میکنن. دیگه باشم پایین شویم از این بلندی ها. خب از این بلندی پایین شدیم، اینجا این ساختمان ها بود و که تخریب شد، تکمیل شده. دیگه ما هم خواستیم که آخرین بار بیاییم، یعنی آخری کار بیاییم که کارها با کجا رسیده بخیر. امروز دیگه این کارام بخیر، اینجا تقریبا یک 50% کار تخریب تکمیل شده. میریم همراه هموطنان خود که در این قسمت ها مشغول کار هستن، مسئولین کسای دیگه، بخاطر که روز اگر ما بیاییم وسط روز بیاییم اونا مصروف هستن، مصروف کار هستن، یعنی هزار جای باید فکرش جمع باشه، بخاطر که نیروی انسانی کار مونن، خطر و احتمالات خطر خیلی زیاد هسته. اونا نمیتونن، وقت ندارن برای مصاحبه و گپا که ما از اونا سوالات بیشتر پرسان کنیم. دیگه میاییم که بخیر دمی دمی بیگو آمدیم که از اینا پرسان کنیم که بیشتر سوالات بیشتر از اینا بتونیم پرسان کنیم. با ما همراه باشین، میریم همراه مسئولین یک چند شرکت گپ میزنیم. با ما همراه باشین. سلام علیکم. سلام علیکم برادر خان، خوش جانجور جانجور بخیر هستید؟ صحتتون خوب است؟ بخیر باشه، بخیر باشه، سلامت باشه. چیکار میکنین شما در این منطقه؟ ما در این منطقه با تخریب اومدیم که مدیریت ماشین. بله استاد. بسیار خوب. کدام بخش کار میکنین؟ ماشین بخش هسته؟ مدیریت است. مدیریت تعمیر است که کساگار و چیز نشه تخریب امشاش است. تعمیر کسا چه رقم است؟ بعضیا هستن خودشون چکه ای خریدن. اینجا خود تعمیر بعضی دیگه از شما کدام چند تا تعمیر تکه ای خریدین یا اینکه نه؟ از ما اینجا شریک های ما تقریبا یک نیم ماه پیشتر آمده بودن، خریداری کرده بودن، تقریبا 6 7 تا تعمیر خریداری کرده بودن. بسیار خوب. کالا ما در حساب نو آمدیم یک هفته شما میشه. هم این 6 7 تا تعمیر مدیریت چه میکنین که مثلا یگان در دروازه ش یگان تا گرفته نره و چی نشه؟ خب تخریب شام میکنی. تخریبشون هم تخریب شام میکنی. مدیریت کارگرا و اینا هم زمینه شما دیگه. بسیار خوب. 6 تا تعمیر گرفتین یا 7 تا؟ اینجا 6 تا تعمیر. 6 تا تعمیر.
اساسا تعمیر چند تاش تخریب شده چند تاش مانده؟ تقریبا اینجا تقریبا 4 تاش تخریب شده 2 تاش مانده. چند تاش تخریب شده؟ 4 تاش 2 تاش مانده. تاش مانده. بسیار. یعنی 4 تا تعمیر تخریب شده 2 تاش مانده. تو هم که حتما دیگه نیمه کار مانده دیگه. نیمه کار مانده در کامل تازه شروع نکرد. منطقه بالاست دیگه شروع نکردیم تا ولی این دوستایی که دیگه کار میکردن یا تعمیرات دم روشا نگرفته بود به تخریب وجا. خب حالا وجا با سوجا میریم به خیر صبح وجا شروع میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. بخاطر موفق باشین. حدوداً به نظر خودتان همه تعمیرایی که مانده تخریباتش چند درصد تعمیرات تخریب شدن؟ تا بال خود اگر وقت پرسان کنی یک 20 درصد تخریب شده است. زیادترش مانده است. زیادترش مانده؟ زیادترش مانده است بله. ما میگم زیادترش تخریب شده کمترش مانده باشه؟ نه زیادترش مانده است. پیشتر سرک برین است پیشتر مانده. ایجا خود دم دست است همونگاه که مال میشه به نظر زیاد بالو بشه. آه آره راست میگی. البته اینجا شاید یک 15 تا ساختمان اینجا باشه تخریب شده باشه؟ این استقامت ها که است تقریبا حدود 12 تا تخریب می نویس استقامت بود. 12 تا بود. 12 تا بله. خیلی 12 تا تخریبش بخی تکمیل شده دیگه تا پایه تکمیل شده بله. دیگه البته این ساختمانایی که نیمه ماده مثل این ساختمان و اون یکی اون طرف هست اونا رو خود به حساب 12 تا اینجا بوده که تکمیل شده. بله 12 تا تکمیل شده. خب بسیار خوب. شما ساختمانایی که گرفتین با اسکوتر با ماشینالات تخریب میکنین یا اینکه نیروی انسانی کار گرفتین با نیروی کار دوستای زیادتر که ضرورت سیخ دارن با سوا نیروی قوه چیز انسانی را کار میگیرن بله ما گفتن تا ماشینری را پیش میبریم ماشینری بله ماشینری از خاطر از پیش میبریم که این چیز بسیار چیز میکنه خطر داره زیادتر وقت از نیروی انسانی خطر داره خطر داره بله بالا باشی دیگه خطرش بسیار زیاد بسیار خطر زیاد است بله واقعا دیگه مو خطرش نمیارزه دیگه همونطور است خدا نکنه که یک انسان خدای ناخواسته اگر کدام اتفاق بیفته معیوب شود چی شود باز بسیار سخت است دیگه همونطور است زندگی یک انسان ارزش بالا داره ارزش بالا داره بله دقیقاً یک مورچه انسان حق نداره که زیر پای دست پیش بگیره اینجا گفتن تو انسان بسیار ارزشش بالاست دقیقاً دیگه او انسان هم حتما کارگر یک خانواده نانآور یک خانواده بله همونطور است یک انسان نه که بلکه یک خانواده بدبخت بله همونطور است معیوب شدن هم انسان خب تشکر از شما اگر که کدام گپی جدید در این مورد تخریبات هست که کمره ما در خدمت رو شما بگوید ما بخبر باشیم خدا نمر بتیتان اول از زیاد آدم جگرخون میشه به این بلاک هایی که میره این تعمیر هایی که میره بله علاقل گفتن تا همی کسی که شهرک جور میکنه کسایی که قماندان بودن در وقت زمانش یاد چروچ و فعال یارک جور میکنه همین نظر مردم باید علاقل بگیرن که در این منطقه سرک میره نمیره دل آدم میسوزه چرا نمیسوزه چقدر گفتن تا هر کدام دو لک دلار سه لک دلار مصرف خورده هر کدام در حدود 90,000 95,000 دلار مصرف خورده که تخریب میشه بسیار آدم جگرخون میشه بله بله واقعا بله. هم یک نفر هم تقریبا 15 لک رفت تا بال قرض خود خلاص نکرده بود که گرد گرد خانه میگشت مگه چرا میگردین قرض ما خلاص نکنیم خانه پس تخریب میشه آدم یک رقم جگرخون میشه بله اصل اما واقعا اگر نه که مثلا دماغ تو مربوط نمیشه نه ولی اینکه حس انسان دوستی آدم بله بول میکنه دل آدم میسوزن بله که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن بله همین شعر ست میکنه در مورد بله صحیح واقعا سخت است ولی خانه های کم که در اینجا بود خانه های شخصی جور کرده بودن هر کس برای شخص خود بله شخصی تا مصرف زیاد کرده بود سرشیه مصرف بسیار زیاد شده بله یعنی یک هسته که مثلا یک کار بساز بفروش هسته و میگه میسازم یک شهره اگر جور میسازه و میفروشه در او قدر زیاد مصرف نمیشه چون کار بساز بفروش هست و مولا چی بود ولی او کسی که خانه را برای خود جرم نه و شخصی جرم نه از پای سنگ واقعا مصرف زیاد میشه اگر آبادی خب آبادی کشور است سرک کر میشه اگر به صحیح خب اینه تو جگرخونی هم داره جگرخونی هم داره سلامت باشین تشکر قربان تان شان دورتان برکت خدا نمر بتید بخیر سلامت باشین زنده باشین آیوبا رقم 3 که اون گونی سلام علیکم خسته نباشید خوب است تشکر ممنون کار است دیگه گاهی اتفاق میفته یک زد کار پر خطر است بعضی صدمات هست دیگه خدا رو شو گاه دیگه خدا رو هم کرد یک چشم اوگار نکردیم ولی خیلی ضربه محکم خورد آهین بود خورده یا همین سیخی گل بودک میگن تا که آدم نفته دویدن رو یاد نمیگیره کم کم دیگه هر که فیل خواهد جور هندوستان باید کشد چه
کار میکنی شما فتر؟ ما دیگه یک از مسئولین هم شرکت های خصوصی استیم که در قسمت تخریب خب بلند منزل ها یا خانه ها در کار میکنیم سرک. این احمدان عزیز این روز کلن مسئولین با مسئولین برمخیم، هر که مصاحبه میگیریم مسئولین از سریع خوبه که مسئولین پیدا مونیم که بیتونیم سوال های بیشتر از شد بسیم کنیم. چند تا ساختمان گرفته بودیم؟ ساختمان خود یک دو تار دو دانه رو گرفته بودیم که یک در حالت تکمیل شدن است. دیگه تکمیل شده دیگه. دیگه تکمیل رو میگیم که بلند منزل آباد شد، ما تکمیل رو میگیم که خلاص شد. تخریبش خلاص شد. یکی دیگه هم زیر کار است. یکی دیگه زیر کار دیگه. البته نه، چون که تایی ساحت یا دامی کوچه تنها یک شرکت خوب شرکت ما نیست، شرکت های زیادی کار میکنه. شرکت های خصوصی اکثر گرفته در حال تخریب هستند. فعلا چه خود بلند منزل یک زرده سمام مانده، یکی نیست و یکی دیگه است که او کارش 50% پیش رفته، یکی هم 80% پیش رفته، یک 20% مانده که انشالله هم در 23 روز ختم شد و زودتر 20% یه نمیگه کارش مانده؟ آه 20% نمانده؟ 20% مانده، چای سپتیکش مانده، پایه های درونش مانده، سپلای زیر نسبت در سپلای بال خیلی زمان بر است از لحاظ استحکام سیمت زیرش. سیخای دبل تری داره، سیمت در قاد نم است، استحکام مقاومتش بیشتر شده، باز اسکاواتور نسبت به بالا رو که بزنه پانه زمان بیشتر رو در بر میگیره. انتقال خاکش، انتقال سیخش، این یا شکل در سختر میشه، پس بعد از زمین بالا کنیم. ما مثلا معیارهای خود داریم، حالا دیگه معیارهای خود دارم. حدودن چند درصد کارهای پیش رفته در این منطقه؟ در این ساعت فکر که خودن یک 40% پیش رفته. 40% تقریب، البته آماده سازی سرک تا بال شروع نشده. تقریب 40% پیش رفته. از صاحب 20 متر تا صاحبی که مثلا یا بخوان برسن شهرک آجنبی یا شهرک امید سبز، در هر نامی که مردم میگن ساختمان های زیادی بوده، پس شرکت های زیادی بوده، نمیتونیم دقیق بگیم، ولی دمی کوچه حدودن شرک همت تا هرچه های چی بگه این طرف این که قلق قاضی قلق قاضی تانزیگه قلق قاضی را ساختمان زیاد بود، تانزیگه قلق قاضی را درست قسمت چند تا شرکت بودن؟ حدودن یک 25 شرکتی که ما میشناختیم فعال بوده، 25 شرکت یا اشخاصی که دمی کار بوده، چون که بعضیشون در شرکت هست، بعضیشون مثل یک دلالی هست میگیرن باز در یک شرکت دیگه اجاره میتن. تمام دلخوشیش در مزیسته که وطن ما آباد میشه. شاید اکثر در این ناراحت شوند که واقعا خانه های لوکس رفته، خانه های دیگه رفت، این جگرخونی داره نسبت در این هزینه هایی که شده بود، ولی از یک لحاظ پایتخت ماست. پایتخت ما هرچقدر سرک بهتری داشته باشه، یک راه های مواصلاتی بهتری داشته باشه، برای ما یک سهولت باشه، این خودش جای یک افتخار و خوشی است. کابل مرکزیت افغانستان، پایتخت افغانستان، یک مهمان خارجی به و نتونه که از یک کوچه بره در کوچه دیگه بند بونه، بخوای از این تا یک جای دیگه برسه 200 تال بخوره، فردا که در مملکت خود بره بگه ما در یک پایتخت یک کشور رفتم که اصلا راهی درستی نداشت. ما هم یه قلب آسیا هستیم، باز ایش به هر صورت و مصرف تیل ما کم میشه، ازدحام ترافیکی ما کم میشه، صد خواهی نگه کدام اتفاق میفته برای خانواده، از لحاظ شفاخانه و دیگه میتونیم زودتر برسیم. اینیاش یک جای خوشحالی داره، همیشه بود منفیش نباید بسنجیم و همین قدر میبینیم که همین قدر نفر که مصروف کار است، یک دو پول سرمایه دو از این دسته او دست میشه، همین قدر غریب و غربه سر کار شد، میشم جای خوشی است. اینجا ما میبینیم که مطمئن خیلی زیاد ما اینجا مونن برای کار، بعضی هاشان هم در حال تخریب هستن، بعضی دیگه شان حتی اونایی که کار هم نمونن میاین، همی آهنایی که اضافه موندن و چهار طرف زیر خشت و آوار شدن، هم اونا رو جمع مونن مبرن سودا مونن، روز یک 50 روپه 100 روپه هم که داخل گفته ضرب المثل، ضرب المثل یک زرما، ضرب المثل زیادتر دوست دارم، خیلی ضرب المثل های شیرین است، میگن از خیرات سر کدو کلام هم او میخورم. حالا همین بچه ها گفته خودتون هم 500 روپه شاید پولی نباشه، ولی هزینه یک نان خوشکشون میشه، همین جای خوشی است.
آدم در شهر که باشه خبر نداره دیگه. وقتی که مثلا نال بگردی در شهر شاید خانواده ای هست که 100 روپه نان دو وقت نانش میشه، یعنی صبح شب 100 روپه میچلو. نه شهر هسته بادار هسته گفا زیاد هسته یا خدا مهربان هست که مشهر موشون بخیر با باشه و کارم برای یک مطلب کار در اینجا برای مردم ایجاد شد تا یکی سرک پخته بشه کارش تکمیل میشه. خیلی نفر نیروی کاری در اینجا کار رسایی شرکت ها میایند و رفت آمد ها میشه. این خودش یک اگر نتونست تمام معضل بیکاری حل کنه یک گوشه ای را حل میکنه. خب به عنوان سوال آخر از تو پرسان کنم که به عنوان مسئول شرکت چند نوع ساختمان دیگر مانده که بخیر قراره که چپا کنیم؟ اول ایش خلاص شده، ایش بعد مرحله بعدی است. خب بگه خلاص بعد از چند تای دیگر شما گرفتیم که چند؟ البته تیم های هماهنگ است. مثل گفته خودتان که از ما خو این ساختمان از بیخ گرفته بودیم از اولش، ولی نسبت به کاروبار ما تا جایی که خودتان اطلاع دارید که نیاز نیست که بیشتر از توضیح بدم. ساختمان های بعدی که هست اگر میاله بودن یک 5 تا یا 6 تا ساختمان اون موادی را که ما نیاز داریم قرارداد شده. باز خودتان خو بهتر در جریان که اصل کار ما چیست. باز ساختمان های 5 ساختمان دیگه در قرارداد شده که بخیر یک دو روزی که بعدی که خلاص شده او طرف هم شروع میکنم. البته تیم دیگه ما اونجا که مصروف هستن اون تیم ها شاید بیشتر همی شما از اسکواتوری چیزا برای تخریب استفاده میکنیم یا اینکه نیروی انسانی بالمونه کسی که سالیم در به شما سپرم نداشته هر دویش استفاده میکنم. نسبت دهی که بعض جاها هستن نیروی انسانی استفاده میکنم چون که اسکواتور نمیتونه بره منزل بام خورد است نمیتونه که اسکواتور در بالا بره. بعض جاها اسکواتور استفاده میکنم چون زمان کمی داره. باشه هم شاید اسکواتور صاحب بلشونه تونه خطراتش بیشتر است بخاطر از نیروی انسانی استفاده میکنه. شاید زمان بر باشه ولی خطر کمتری داره. باز اسکواتور خوبیش ده ایسته که زمان کمتری نیاز داره و زود تکمیل میشه کار. بسیار سلامت باشید، موفق و معید باشید. خیلی خوشحال شدیم. سلام علیکم. باشت که نیرو بزنم که تو همیجی بسیار سرزمی دقیق تنگه کردی. خوب هستی؟ جان جاره بخیری سید خوبه. چی را قچاقوی ترزاده رایی را چی مونین؟ خب سرای زلوله برینج داره برینج های زر جدا مونی وزیر چی رقم برینج های جدا مونی؟ آتش میزنی؟ سر پیکنیک کشتیم آو موشه گرم برمشه. خب خب بسیار اینا را خودن شما هم تیر از ساختمان ها جدا کردین؟ نه اینا را هم میخریم این کارگر ها جدا منه خواه 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 تکدار ها کارگر هاش جدا منه باز شما از اونا میخرین و باز برینجا هاش جدا منه لولا هاش را هم جدا سودا منه باز آره ورشی دارم سایس خواهی تواری آره بسیار خوب. یعنی بعض این زیر لولا ها باز چی هم داره؟ آلومینیوم هم داره اوناش هم پس جدا منه؟ مثلا یک پسته آلومینیوم هم داره اون لولای سفید یکان تاش آلومینیوم داره. مرکز گرمی اون ناچه سودا نمیشه؟ آه. البته در ما وقتی که در ایران بودیم اونوار هم میخریدن خیلی ارزانه دیگه. اون رقمه. خواه سلامت بشین بخیر بشین. چند دانه جدا کردین؟ یک پنج شش دانه شد. برنج راسته یک کیلوی چند میخره؟ برنج دو نیم صد. کیلویش رو دو نیم صد. اینجا برنج. اما او چیز آرمینیمه؟ چی مگه؟ آرمینه؟ کیلویش رو شست رو پا افتاد رو پا؟ خیلی عرضوی. آرزوی آره آره آرزو شده بسیار. این لولای آبی رو هم میخره؟ لولای سبزه؟ آره یا پایتا یا زرم یا باز کلوش چنده؟ کلوش چل روپه این نور فقط 20 روپه بود و زرپا
و ارزان کرد؟ نه قیمت کرد. خب. درست. آره. آره خب سلامت باشین. مزایم کارتون نمیشم. بخیر باشین سلامت باشین. خب هموطنان عزیز رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروزی خود. البته این منطقه ای که شما میبینید منطقه سنگچال یا شهرک همت هم نمیشه گفت قسمت مسجد رسول اعظم است. دوستای عزیزی که از این منطقه اطلاع دارم میتونه پای کامنت بنویسه. قسمت مسجد رسول اعظم مربوط سنگچال میشه یا شهرک همت. برحال در این قسمت هستیم که کار تخریبات هم که شما میبینید قسمت ها ساختمان هایی که در حال تخریب هستن تقریبا کارش 50% پیش رفته. بعد از ساختمان ها اولای سنگچال یا اولای سرگ دشت برچی و ساختمان هایی که بود اونا تخریباتش تکمیل شده. در قسمت مسجد رسول اعظم یعنی از اینکه پیشتر برید دیگه میرسید به قسمت های شرک همت و بعد از او هم قلعه قاضی میشه که سمت قلعه قاضی اونجا ساختمان زیاد نیست، اصلا ساختمان وجود نداره. اونا گزارشش ما قبلا گرفتیم بر شما و تهیه کردیم که او قسمت ها کاری هموار کاری سرک شروع شده. ولی اما در این قسمت ها یعنی کار 50% از تخریبات از ساختمان ها تکمیل شده، 50% دیگه مانده. خیلی از ساختمان ها هنوز هم کارایش جریان داره، خیلی کار نیروی کاری اینجا شدید کار مونه. حتی میبینیم که اکو دیگه تقریبا اینا آفتاب غروب مونه در این منطقه دیگه کارگرها هنوز هم به شدت کار میکنن و در حال تخریب کاری و یکفا هستن دیگه. بخاطر که وقت برنامه ما خیلی زیاد نشه، مزایم وقت زیاد نمیشم. تا برنامه بعدی و دیدار بعدی شما را به الله پاک لعازت میسپارم. خدا یار و مددگار شما.